درود بر همه دوستان، امیدوارم در کمال سلامت باشید و ساعت خوبی را هم تا این لحظه سپری کرده باشید. من سجاد فتایی هستم و این یکی دیگه از برنامه های زنده اینستاگرامی ایران پایداره که در هر اپیزود اون به روایت اندیشمندان مختلف از ایران میپردازیم. تا امروز 7 اپیزود از مجموعه روایت ایران منتشر شده که این اپیزودها در سایت، کانال تلگرام و کست باکس ایران پایدار در دسترسه و دوستان میتونن این اپیزودها رو مشاهده بکنن. اگه در زمره دوستانی هستید که به تازگی به جمع مخاطبان مجموعه ایران پایدار اضافه شدید و دوست دارید بدونید که این مجموعه اهدافش چیه و چه اهدافی رو دنبال میکنه، میتونید به سایت ایران پایدار مراجعه کنید. اونجا در بخش درباره ما هم کلیپ و هم فایل متنی وجود داره که مجموعه رو معرفی کرده و اهداف اون رو توضیح داده. به صورت خیلی خلاصه اگه بخوام خدمتون عرض بکنم، مجموعه ایران پایدار در تلاشه که دانش درباره ایران رو عمومی بکنه بر محور 4 پرسش: ایران چیست؟ وضعیت ایران چگونه است؟ این وضعیت نتیجه اثر چه عواملیه و چطور میشه این وضعیت رو بهبود داد؟ در اپیزود 7 مجموعه روایت ایران به سراغ یکی دیگه از اساتید و اندیشمندان مهم ایرانی رفتیم که در حوزه علوم سیاسی ایران یکی از مهمترین اساتید ایرانی هستند، دکتر حسین بشیریه، استادی که نقش اساسی در پرورش اساتید و کنشگران حوزه علوم سیاسی ایران داشته و یکی از اثرگذارترین متفکرین حوزه علوم سیاسی در ایران بعد از انقلاب 1357 بوده. در این اپیزود ما بر کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران دکتر بشیری متمرکز شدیم، اما بقیه آثار ایشون رو هم در اپیزودهای دیگه مورد بررسی قرار میدیم و در اون اپیزودها بقیه آثار ایشون هم بررسی میشه. خیلی دوست داشتیم که در یه برنامه زنده اینستاگرامی در خدمت خود آقای دکتر بشیریه باشیم و از زبان خودشون و به صورت مستقیم بر استدلالهایی که خود دکتر بشیریه عزیز داشتن، این امکان و این فرصت برای ما فراهم نشد. البته هماهنگی‌های با آقای دکتر انجام شد و تصور میکنم شاید امشب این سعادت رو داشته باشیم که آقای دکتر بشیریه در جمع مخاطبان مجازی این برنامه باشن و این برنامه رو خودشون مشاهده کنن. هر جای برنامه هم احیانا اگر سعادت این رو داشتیم که حضور داشتن و تمایل داشتن که در برنامه حاضر بشن یا نکته‌ای رو مطرح بکنن، ما کاملا در خدمتشون هستیم و از این موضوع استقبال میکنیم. امیدوارم روزی فرا برسه که مجددا آقای دکتر بشیریه عزیز رو در ایران داشته باشیم، از نزدیک در خدمتشون باشیم و از اندیشه‌هاشون استفاده بکنیم. امشب مثل بعضی دیگه از برنامه های دیگه در خدمت محمد فاضلی عزیز هستیم که مسئولیت مرور و استخراج روایت مرور آثار دکتر بشیریه و استخراج روایتیشون از ایران رو در بقیه آثاری که مطالعه کردن مثل آثار حسین عظیمی و روایت هایی که از اون استخراج شد در حقیقت محمد فاضلی عزیز انجام دادن. دکتر فاضلی یک ویژگی مثبتی رو بر حقیقت برای استخراج این روایت داشتن که ایشون خوشبختانه از در زمره نسلی از دانشجویانی هستن که این امکان و این فرصت رو داشتن تا در کلاس‌های دکتر بشیریه حاضر بشن، از دانشجویان دکتر بشیریه بودن. بنابراین علاوه بر اینکه آثارشون رو هم مطالعه کردن، فرصت درک حضوری و برخورد از نزدیک با دکتر بشیریه رو داشتن که حالا در ادامه برنامه در مورد این موضوع هم صحبت میکنیم. کلیپ و پادکست اپیزود 7 منتشر شده. در روزهای آینده چکیده در حقیقت جملات کلیدی مهم کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران در قالب استایت های منتشر میشه. پاسخ دکتر بشیری استخراج بر اساس اون چیزی که ما فهم ما بوده از کتاب به 4 پرسش مجموعه ایران پایدار، اونها هم در قالب استایت های منتشر میشه و اون فایل متنی رو که محمد فاضلی عزیز هم زحمت کشیدن و مروری بر کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران، اون هم منتشر خواهد شد. من دیگه نکته خاصی به نظرم نمیرسه. محمد جان سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. اگر نکته مقدماتی هست و صحبتی هست با بینندگان برنامه بفرمایید،
اگر نه که بریم سراغ پرسش، سراغ در حقیقت روایت و حسین بشیری از ایران و نکاتی که میخواید شما بفهمید. یه نکته ایران بگم، من با اجازه دوستان کامنت ها رو میبندم که تصویر دکتر فاضلی رو بهتر داشته باشیم، و بعد اگر احیانا پرسشی بود در قسمت پرسش ها مطرح بفرمایید. در پایان برنامه هم کامنت ها رو باز میکنم و هم پرسش هایی رو که در بخش پرسش ها طرح شده طرح میکنیم و به اونها هم میپردازیم. محمد جان در خدمت شما هستیم. سلام سجاد جان، شب شما بخیر و شب همه بینندگان ایران پایدار بخیر باشه. امشب صحبت درباره فرد بزرگی است در تاریخ علوم سیاسی ایران. همین امروز که آماده می شدم برای اینکه این گفتگو رو خدمت شما داشته باشم، آقای دکتر ابوالفضل دلاوری عزیز که خودش از شاگردان دکتر بشیری است، شاید به این دلیل که متوجه شده بود و که امشب این برنامه زنده وجود داره، یک ویدئویی رو برای من فرستاد که مجموعه سیاستنامه، مجله سیاستنامه منتشر کرده. مجله سیاستنامه امسال از 120 نفر متخصصین علوم سیاسی، رسانه ها و کسایی که دستی بر آتش علوم سیاسی دارن پرسیده چند تا سوال رو. مثلا پرسیده که مهمترین مؤلف یک قرن اخیر در علوم سیاسی ایران کیه، مهمترین مترجم علوم سیاسی کیه، مثلا اثرگذارترین دانش آموخته علوم سیاسی کیه، مهمترین فرد غیر سیاسی که بر علوم سیاسی اثر گذاشته کیه، یا برترین اثر این قرن یا اثرگذارترین اثر این قرن چیه. خیلی جالبه که دکتر حسین بشیریه در دو وجه از نظر افراد شرکت کننده در این نظرسنجی به عنوان فرد برتر قرن انتخاب شده. یک، مهمترین مدرس علوم سیاسی در ایران. این خیلی نکته مهمیه که یک جمع فرهیخته‌ای که خودشون دستی بر آتش علوم سیاسی دارن تأکید کردن که مهمترین مدرس علوم سیاسی در ایران حسین بشیری است. و نکته دوم اینه که اون جمع با در اصل با بیشترین آرا حسین بشیریه رو به عنوان مهمترین مؤلف علوم سیاسی هم انتخاب کرده. یعنی ما امشب درباره شخصیت بزرگوار و بزرگی در علوم سیاسی ایران حرف میزنیم که حداقل به اجماع گروهی 120 نفره از آدمهایی که در این عرصه بودن در کنار بزرگان دیگری، مثلا فکر میکنم تا اونجا که یادم هست مهمترین اثر و اثرگذارترین اثر رو زوال اندیشه سیاسی در ایران دکتر سید جواد طباطبایی انتخاب کردن. اما به هر حال مهمترین مؤلف و مهمترین مدرس رو حسین بشیری انتخاب شده. ما درباره استادی حرف میزنیم که حداقل در رزومش 17 جلد کتاب تألیف وجود داره و آثار بسیار تعیین کننده. یعنی هنوزم که هنوزه شما در دوره‌های لیسانس جامعه شناسی و علوم سیاسی، شما اگه بخواید یک کورس دو واحدی جامعه شناسی سیاسی بگذرونید، هنوز که هنوزه سخت بشود رقیبی و شاید نشود برای کتاب جامعه شناسی سیاسی دکتر بشیری پیدا کرد. یا در معرفی اندیشه سیاسی در ایران، مجموع آثاری که دکتر بشیری درباره اندیشه سیاسی در ایران نوشت، یا آنچه درباره دموکراتیزاسیون نوشت، یعنی در میانه دهه 70 از ابتدای دهه 70 تا سال 80 81 82 بشیری قطعا مهمترین شارح و بیان کننده و ترویج کننده و مدرس و مؤلف حوزه مطالعات دموکراتیزاسیون در ایران هست. آثار بسیار مهم و ماندنی از دکتر بشیری هم ترجمه وجود داره. ببینید کتاب ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی برینگتون مور اولین بار با ترجمه بشیری بیرون اومده. یا یک اثر به واقع دشوار، میدونید کتاب لویاتان هابز یک کتابی است نوشته قرن 17، یعنی یک انگلیسی قرن 17 است و بسیار اثر به معنا برای مترجم کمرشکنی است ترجمه کردن لویاتان.
یا متنهای بسیار دشواری مثل مثلا فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک دریفوس و رابینو درباره میشل فوکو، یا حتی کتاب رابرت هولاب درباره یورگن هابرماس، آثار تعیین کننده‌ای در دهه 70 بودن برای آشنایی باز. به هر حال تنگ نظری ها در دانشگاه سبب شد که آقای دکتر بشیریه رو بیش از 1.5 دهه است در ایران نداشته باشیم. اما خب ما در این لایو امشب و در اون متنی که من نوشتم متمرکز هستیم با چند اثری که عمدتاً مرتبط با ایران هست، چون به هر حال آنچه که بشیریه درباره جامعه شناسی سیاسی، درباره دولت و جامعه مدنی، اندیشه سیاسی نوشته شده، عمدهشون کتاب‌هایی از جنس اندیشه سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی هستند که الزاماً بر مقوله ایران متمرکز نیستند. اما آثاری مثل موانع توسعه سیاسی در ایران، دیباچه‌ای بر جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی، یا کتاب که بشیریه درباره گذار به دموکراسی نوشته، شامل فصل‌هایی درباره ایران هست، یا کتابی که درباره انقلاب، پیدایش انقلاب در ایران نوشته که رساله دکترای آقای دکتر بشیری هست. اینها متمرکز بر ایران هست. اما بحث امشب ما متمرکز است بر کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران. اگه نکته‌ای نیست من این رو هم بگم که من واقعا افتخار یک درس رو شاگردی آقای دکتر بشیریه رو داشتم و اون هم درس جامعه شناسی سیاسی تطبیقی است در دوره دکترا در دانشگاه تربیت مدرس. من همینجا این برنامه رو غنیمت میشمرم تا یک قدردانی صمیمانه و قلبی از آقای دکتر بشیریه بکنم، چون این دو واحد درسی که من با ایشون گذروندم زمینه ساز رساله دکتری من شد، یعنی آن رساله که بعدها تحت عنوان بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی منتشر شد و زمینه ورود من به مباحثی درباره توسعه اقتصاد سیاسی و دموکراتیزاسیون شد. اینها همه از دل اندیشه، یعنی اون کلاس آقای دکتر بشیریه بیرون اومد. من فرصت رو غنیمت می‌شمارم ازشون تشکر کنم، براشون آرزوی سلامتی کنم و انشاءالله یک روزی افتخار دیدار حضوری و استفاده بیشتر از ایشون هم پدید بیاد. من در خدمتم اگر که نکته ای سوالی هست، والا به سراغ بحث موانع توسعه سیاسی در ایران. من یه لحظه هم این من تصویر شما رو خوب دارم، صداتون هم خوبه تا این لحظه؟ نه، سوال اولم مرتبط به همین موضوع بود، یعنی گفتم که با توجه به اینکه تجربه حضور در کلاس‌های دکتر بشیریه رو داشتید، اولین سوالم این بود که اصولاً چطور با دکتر بشیریه و شاید اثر اولین اثری از دکتر بشیریه که با اون آشنا شدید چطور بود، و بعد تجربه حضور در کلاس‌های دکتر بشیریه چطور بود، چون بعضی از دانشجویان با دکتر بشیریه در کلاس داشتن وقتی تجربه خودشون رو طرح می‌کنن به نظر میرسه با یه استاد وفاداری در دانشگاه و در حوزه علوم سیاسی بر سر کلاس های درس روبرو هستید. میخواستم ببینم اگر شما هم تجربه خاصی در این زمینه داشتید بفرمایید تا بعد بریم سراغ اصل و روایت دکتر بشیریه بر اساس کتاب سیاسی در ایران. یه نکترم بگم، من از بعد از ظهر، یعنی چند روزه که با دکتر بشیری ایمیل هایی رو رد و بدل میکنیم، یه جاهایی من زیاد آدم احساسی نیستم، اما متاسفانه بر بعضی از افراد دفاهایی میره که دیگه آدم یه جاهایی احساس خودش رو نمیتونه کنترل بکنه. یعنی اگر داخل این برنامه نتونستم احساس خودم رو کنترل بکنم، پیشا پیش عذرخواهی میکنم. محمد جان بفرمید. ببینید، بدون شک حسین بشیریه فرد مسلط بر گفتمان علوم سیاسی ایران در دهه 70 و در دهه 80، و حتی اونایی که سر کلاس بشیریه ننشستن مستقیم هم، هر کسی که
علم سیاست خونده، هر کسی که جامعه شناسی سیاسی خونده، هر کسی که با مباحث دموکراسی و دموکراتیزاسیون درگیر بوده، با مسئله توسعه سیاسی درگیر بوده، و آنهایی که گفتمان سالهای دهه 70 در عرصه سیاست ایران، یعنی گفتمان توسعه سیاسی رو به عنوان بخشی از نظام اندیشه ایشون تجربه کردن یا برشون اثر گذاشته، مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر حسین بشیری هستن. بنابراین توی همچین فضایی ما تو سال 81-2 خب تو دانشگاه تربیت مدرس من و سلیمان پاکسرشت با هم دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی بودیم، از مدیر گروه درخواست کردیم. خب تربیت مدرس این ویژگی مثبت رو داشت که دانشجوها میتونستن درخواست بکنن از مدیر گروه که برای این درس مثلا فلان استاد رو دعوت بکنیم. خب اون موقع هم فکر میکنم آقای دکتر علی محمد حاضری مدیر گروه بود، ایشون پذیرفتن و از آقای دکتر بشیری دعوت شد برای ارائه این درس جامعه شناسی سیاسی تطبیقی در دوره دکتری. خب به واقع این درسته که کلاس های حسین بشیری کلاس های متفاوتی بوده، منابعی که ارائه می شده متفاوت بوده. من هنوز اون دو سه جلد کتاب انگلیسی رو که دکتر بشیری به عنوان محتوای درسی ارائه کردن رو که اینا رو بخونید و با هم بحث کنیم اونها، هنوز توی مجموعه کتاب خونم به عنوان دوتا اثر متمایز وجود داره و ایده هایی که دانشجو رو جهت میداد. بنابراین من تصورم اصلا تصادفی نیست که در یک نظرسنجی از متخصصای علوم سیاسی حسین بشیریه به عنوان مهمترین مؤلف و مهمترین مدرس جامعه شناسی، یعنی علم سیاست، حتی فراتر از علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی در ایران مطرح میشه. و طبیعی بود تو اون فضای دهه 70-80 ما اگه میخواستیم از گروه تربیت مدرس درخواست بکنیم کسی رو به عنوان مدرس اون درس جامعه شناسی سیاسی تطبیقی دعوت بکنن، حتما حسین بشیریه بود. و در اون فضا هم مبحث دموکراتیزاسیون غلبه داشت، حتی بر آثار خود بشیری هم این غلبه وجود داشت و نتیجه نهاییش این شد که اون درس جامعه شناسی سیاسی تطبیقی به یک نوعی جامعه شناسی تطبیقی دموکراتیزاسیون تبدیل شد و رساله دکتری من هم از همونجا بیرون اومد، یعنی علاقمندی به مبحث هم تطبیقی که و هم مبحث دموکراسی در است، مقایسه شکست دموکراسی و فقدان تحکیم دموکراسی در ایران، ترکیه و کره جنوبی محصول اون پسوند تطبیقی جامعه شناسی سیاسی همون تک درس بود و تمرکز بر دموکراتیزاسیون هم به همین معنا. به هر حال ان شاءالله هر کجای عالم که هستند سلامت باشند و قلمشون پرتوان و اندیشه‌شون هم زایا و شکوفا. اگه اجازه بدیم بریم سراغ بحث موانع توسعه سیاسی در ایران. خب من یه پرینت دارم و یه صفحه کامپیوتر، اگه این سرم خلاصه میچرخه شما رو نگاه نمی‌کنم خیلی قصد بدی ندارم. مونیتور رو نگاه میکنم. ببینید حسین بشیری در اصل در کتاب موانع توسعه سیاسی، فقط بعضی از دوستان دارن میگن صدای من قطع و وصل میشه، صدای من رو شما مناسب دارید؟ یعنی اگر صدای شما مناسب صدای من رو دریافت میکنید احتمالا مشکل از اینترنت دوستان بعد باشه. من تا الان که خدا یاری کرده صدای شما رو کافی، پس احیانا دوستان اگر قطع و وصل میشه صدای من براشون احتمالا مشکل از سرعت اینترنت خودشون هست. خب بفرمید. ببینید توسعه سیاسی در اون کتاب اینگونه تعریف میشه، یادمون باشه که این کتاب مال حدود 20 سال پیشه و بشیریه ممکنه از تاریخی که از ایران رفته و بالاخص ما زمینه های این تحول رو در آثارش ممکنه ببینیم. یعنی من امروز نمیخوام درباره یک کتابی مثل مثلا احیای علوم سیاسی حرف بزنم، برحال ممکنه اندیشه حسین بشیری تغییراتی هم کرده باشه، اما آنچه که روایت میکنیم مربوط به سال 80 هست و کتاب موانع توسعه سیاسی. از نظر اون کتاب و اون
فرد در اون زمان. توسعه سیاسی دو تا وجه داره، معنای گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی. پس توسعه سیاسی دو تا پایه داره، مشارکت، رقابت، رقابت بین گروه ها برای زندگی سیاسی. خب ملزوماتی هم داره این توسعه سیاسی، ملزوماتش ایناست. یک، سازمانیابی گروه ها، باید جامعه سازماندهی شده باشه، جامعه توده‌ای نباشه، آزادی داشته باشن برای اینکه مشارکت کنن در رقابت سیاسی، یه مکانیسم هایی وجود داشته باشه برای اینکه مناقشه سیاسی به شکل نهادمندی حل بشه، مناقشه در جامعه مدیریت نشده باقی نمونه. حالا فرض کنید مثلا صندوق انتخابات خودش یه مکانیسم حل مناقشه است، یا یک قوه قضاییه مستقل یا به زبان امروزی بی‌طرف، یعنی ایمپارشیالی که حالا امثال روسستاین میگن، این یه مکانیسم حل مناقشه است، اینم جزء توسعه سیاسی است. یعنی قوه قضاییه هم در کنار صندوق انتخابات یه مکانیسم حل مناقشه است. خشونت زدایی از زندگی سیاسی، وقتی میگیم توسعه سیاسی در یک کشوری اتفاق افتاده یعنی از زندگی سیاسی خشونت زدایی شده، آسیب زدن به همدیگه کاهش پیدا کرده. کیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی. و مشروعیت و مشروعیت داشتن یه چارچوب‌های نهادی، یعنی اگه قانون اساسی وجود داره به عنوان یک ساختار تنظیم کننده، نهاد تنظیم کننده روابط، این باید مشروعیت داشته باشه از جانب اکثریت مردم به عنوان یک نهاد مشروع پذیرفته بشه. و رقابت و امکان سازش در سیاست. ببینید سازش در سیاست، اگه یک کشوری به یه نقطه‌ای برسه که سازشی درش رخ نمیده، همه سر مواضعشون سفت وایسادن، یک کسی یک قدم یک سانتیمتر به سمت همدیگه حرکت نمیکنه و سازشی رخ نمیده، اونجا توسعه نیافتگی سیاسی رخ میده. خب حالا در یه همچین فضایی یه ایده بزرگ بشیریه طرح میکنه و اون اینه که برخلاف همه اونایی که گفتن که پیش شرط توسعه سیاسی توسعه اقتصادی یا توسعه اجتماعی فرهنگی، او درباره این صحبت میکنه که مصادیقی در تاریخ داریم که توسعه سیاسی رخ داده بدون اینکه قبلش توسعه اقتصادی یا توسعه اجتماعی به معنایی که امروز میشناسیم اتفاق افتاده باشه. من با خود دکتر بشیری شاید زمانی باید صحبت بکنم نظرشون رو بدونیم، ولی فکر میکنم که شاید مثلا انقلاب باشکوه در 1688 میلادی در انگلستان رو بشیریه به عنوان یکی از مصادیق این میدونه. در انگلستان توسعه سیاسی یعنی توسعه مشارکت و توسعه رقابت اتفاق افتاد، پادشاه کنترل شد، پارلمان شکل گرفت، در حالی که سال 1688 بود، یعنی هنوز اون توسعه اقتصادی که انگلستان بعدها پیدا کرد با انقلاب صنعتی و اون توسعه اجتماعی رو که حداقل میشه گفت 150 سال بعدش، یعنی در 1831 و پس از اون رخ داد، هنوز اتفاق نیفتاد. بنابراین بشیری از اونهاست که معتقد یک توسعه سیاسی میتونه رخ بده قبل از اینکه توسعه اقتصادی یا اجتماعی رخ داده بشه، حداقل در نگاه اول. اما معتقده که در ایران توسعه سیاسی سه تا مانع عمده داره: یک، تمرکز قدرت و منابع قدرت در دست حکومت. دو، چند پارگی های جامعه. یه جامعه چند پاره است که البته عمده ترین چند پارگیش رو هم در تقابل سنت و مدرنیته میبینه، یا در تقابل بین نیروهای سنتی و نیروهایی که از اندیشه مدرن تبعیت میکنن. و نهایتا سومین مانع توسعه سیاسی در ایران رو ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکم، این گروه نخبگان حاکم، حالا چه در عصر پهلوی و چه در عصر جمهوری اسلامی، رو مانعی در برابر توسعه سیاسی میدونه. نکته از انقلاب، تشریحش رو از انقلاب مشروطه شروع میکنه. در اصل بشیری سعی میکنه توضیح بده که چگونه انقلاب مشروطه نهایتاً یک دولت مطلقه پدید آورد. خب این دولت قبل از دولت مطلقه، یعنی دولت قبل از رضا
دولت رضاخان و پهلوی اول ویژگیش چی بود؟ یعنی دولت قاجارها چه ویژگی داشت که دولت رضاخان اون رو تغییر داد؟ اسم این از همون جاییست که بشیریه به ایران چیست پاسخ میده، میگه ایران عصر قاجار و قبل از اون، یا حداقل اینجا من تصریح، این شاید اشتباه از منه، شاید درک منه، حداقل ایران بعد از عصر صفوی، یا حداقل ایران بعد از شاه عباس اول، یعنی بعد از مرگ شاه عباس در 1629 میلادی تا ایران پایان عصر قاجار و قبل از شکلگیری حکومت رضاخان، اسمش رو بشیریه میذاره استبداد غیر متمرکز بی ثبات. استبداد غیر متمرکز بی ثبات یعنی چی؟ یعنی این ویژگی ها، من سعی میکنم برای اینکه دقیق باشم عین خود متن بشیریه رو بخونم، اینه: این نظام سیاسی که ایران داره، یعنی حکومت قاجارها، استبدادی است به معنای اینکه حکومت در درونش نوعی خودسری وجود داره، مشارکت مردم نداره، نظر کسی رو نمیخواد. بالاخره ناصرالدین شاه هست، تصمیم میگیره، خودش عمل میکنه، نوعی خودسری در این حکومت هست. این استبدادی ویژگیش هست. اما این استبداده همزمان که استبداد هست، در مقابلش یه عالمه نیروی سیاسی وجود داره که این استبدادش رو محدود میکنن. این نیروی سیاسی چیه؟ یک، در عصر قاجار به دلیل تحول نظام سرمایه‌داری رخ داد، در ایران یک طبقه تجار شکل گرفت، تجاری شبیه مثلا حاج حسن امین‌الضرب و دیگرانی که در ساختار اقتصادی، خب این تجار خودشون یه مانع و یه قدرت بودن در برابر سلطنت و در برابر پادشاه. دو، در ایران به طور تاریخی یک طبقه روحانیت وجود داشت. این روحانیت کارکردش، یکی از کارکردهاش، مهار کردن قدرت سلطنت بود. شما بارها این قدرت رو دیدین، از ماجرای رژی، جنبش تنباکو، تا ماجرای مشروطه، تا مثلا علمای نجف، ملا کاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی، آیت الله طباطبایی و دیگرانی که نقش مهمی داشتن در مهار کردن قدرت پادشاه. اصناف، زمینداران ایرانی هم بودن. این زمینداران، روحانیون و تجار این قدرت استبدادی رو تا حدودی کنترل می‌کردن. این قدرت استبدادی بود اما کنترل شده هم بود، یعنی قدرتش نامحدود نبود. به علاوه چون در چارچوب مجموعه ای از نیروهای در اصل متقابل قرار داشت، ثبات هم نداشت. یعنی ایران مثلا فرض کنید که آلمان، یا مثل انگلستان، یا مثل عثمانی، ببینید بالاخره در عثمانی تا پیش از یک قرن آخری که عثمانی ها دچار اون ویژگی که به عثمانی میگفتن مرد بیمار اروپا، اون ویژگی تا قبل از اینکه عود بکنه، عثمانی داره یک حکومت متمرکز بوروکراتیک بود. برنارد لوئیس یک بار در متنی میخوندم که گفته بود این حکومت انقدر بوروکراسیش دقیق بود که میشود بر اساس اسناد بوروکراسی عثمانی تاریخ اروپا رو یک بار از نو نوشت. یعنی بوروکراسی اینقدر اهمیت داشت در ساختار عثمانی ها و اینقدر ثبات و تمرکز ایجاد میکرد. ایران نه اون حکومت متمرکز رو داشت، نه سیطره شاه زیاد بود. شوستر نشون میده که این فرمان قاجارها ماکسیموم تا 100 کیلومتری تهران میرفت. بعد از 100 کیلومتری تهران اصلا کسی گوش به حرف قاجارها نمیداد. و بنابراین حکومته در این حال که خودسر، استبدادی و غیر متمرکز بود، بی ثبات هم بود. یعنی دو یک ویژگی عجیب غریبی رو در هم تافته بودن: استبدادی، بی ثبات، غیر متمرکز. این ویژگی ایرانه. در مشروطه چه اتفاقی میفته؟ در مشروطه آنچه که اتفاق میفته، تلاش میشه تا دولت
تقویت بشه، یه دولتی پدید بیاد. من تو پادکست دغدغه ایران وقتی بازخوانی میکردم تاریخ مشروطه رو، تاریخ اصلاحات اداری، تلاش مشروطه‌خواها با آوردن شوستر، با آوردن میلسپو، با آوردن موسیونوز و لامبرت مولیتور و بقیه اینها برای اینکه بازسازی کنن دولت در ایران رو، شما در مشروطه کامل میبینید که مشروطه‌خواها دنبال اینن که یه دولت بسازن، یه دولت، حالا به زبان امروزی دولت باظرفیت. اما بشیری معتقد در جریان این انقلاب مشروطه زمینداران، تجار و روحانیت به تدریج در حکومت رضاخان تضعیف میشن و دولت قوی میشه و بنابراین از اول دوره رضاخان اون دولت مطلقه غیر پاسخگوی متمرکز مستبد شکل میگیره. بنابراین ما در گذر از قاجار به پهلوی به روایت حسین بشیری از یک استبداد غیر متمرکز بی ثبات منتقل میشیم به یک استبداد مطلقه، البته درباره ثبات و بی ثباتیش حتما با ثبات تر از حکومت قاجار هاست، اما آن هم کماکان نوعی از بی ثباتی رو درونش داره، بی ثباتی هایی که شما تا تثبیت حکومت رضاخان قبل از 1312 شاهدش هستید، بعد خروج رضاخان، بعد اون دوره بی ثباتی سیاسی عجیب غریب ایران بین 1320 تا 1325 و بعد مجموعه از رقابت‌های سیاسی بی ثباتی کابینه ها تا 1332 و از 1332 بعد دوباره تثبیت یک حکومت مطلقه مستبد حکومت محمد رضا شاه. ایران بی ثبات غیر متمرکز استبدادی دولتش تبدیل میشه به استبداد مطلقه. پس ریشه توسعه نیافتگی سیاسی ایران رو بشیری یک پایش رو چی میبینه اگه سه پایه داشته باشه که خودش میگه سه پایه داره؟ یک، منتقل شدن به یک استبداد مطلقه که فرایندش رو توضیح میده. این استبداد مطلقه یک کارایی انجام میده، من جمله این متن رو میخونم: ایجاد نظام بروکراتیک مدرن، رضا شاه در ایران بروکراسی مدرن میسازه، اصلاحات نظامی و مالی، تأمین منابع درآمدی برای حکومت، اصلاحات در گمرک، اصلاحات در مالیات، اصلاحات در نظام مالیه دولت و گردآوری منابع پراکنده قدرت و کوشش به منظور نیل به مرحله توسعه غرب. این اون چیزیه که این دولت مطلقه انجام میده. اما در این فرایند دولت مطلقه جامعه تضعیف میشه. من امروز وقتی نگاه میکنم روایت بشیریه رو میشه به روایت در اصل دالان باریک آزادی عجم اغلو و رابینسون نزدیک کرد که در اصل روایت چارلز تیلی است که تیلی میگفت که بر اولین بار گفت که توسعه سیاسی و آزادی محصول پیدایش ظرفیت حکومت همزمان با قدرت جامعه است. اگه امروز روایت بشیریه رو تو زبان مفاهیم تیلی و عجم اغلو و رابینسون قرار بدیم، میتونیم بگیم که در انقلاب مشروطه که به شکست میانجامه، در حکومت رضاخان اون ضلع دولت قوی میشه، ضلع دولت. اما جامعه مدنی به همون نسبت تضعیف میشه، یعنی جامعه قدرت روحانیت از دست میره، قدرت زمینداری حکومتی میشه، یعنی زمیندارایی که مستقل از حکومت بودن در حکومت رضاخان زمیندارا شدن ارتشی ها و رفقای رضاخان و اون هیئت حاکمه و حتی روشنفکری هم تحت عنوان استبداد منور اومد پشت رضاخان وایساد و بعدا توسط خود رضاخان سرکوب شد. بنابراین حکومت رضاخان، چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم، فرایند تجمیع قدرت در درون هیئت حاکمه است و از دست رفتن استقلال جامعه مدنی. یعنی دیگه شما هیچ روحانی رو سراغ ندارید که بتونه مثل میرزای شیرازی در برابر حکومت بیسته، هیچ زمیندار، هیچ تاجر بزرگی وجود نداره که بتونه یک پایه قدرت باشه. بنابراین این اتفاق این نکته اولی که فرمودیم که... چون به نظر میرسه این تجربه تاریخی مکرر داره تکرار میشه. آیا از کتاب دکتر بشیریه و از اندیشه‌های دکتر بشیریه میشه به نکته‌ای یا به راهکاری رسید که اون اتفاقی که در پهلوی اول میفته و
دولت به سمت یه دولت مطلقه حرکت میکنه، یا بعد از کودتای 28 مرداد توی پهلوی دوم به نوعی دوباره این تجربه تکرار میشه. اگر میخواستیم، حالا البته این اگرهای تاریخیه و شاید نشه بهش دقیق پاسخ داد، اما آیا اگر چه کاری انجام میشد، میشد هم مزایای دولت قوی رو داشت، در این حال دولت به سمت یه دولت مطلقه هم حرکت نمیکرد؟ ببینید، بر اساس روایتی که بشیریه نوشته، بشیریه دنبال تو کتاب موانع توسعه سیاسی نه میخواد تحلیل خلاف واقع بده. وقتی میگم خلاف واقع منظورم یعنی کاذب نیست، کانترفکتوال نمیخواد تحلیل کنه، اصطلاحا نمیخواد بگه اگر اینجوری نمیشد چه میشد. او در پی تبیینه، میخواد توضیح بده که چرا ما توسعه سیاسی نداریم، و بنابراین وارد اون فاکتور بعدی که و نه نمیخواد بگه که ما در سطح کنشگری سیاسی یا در سطح تغییر باید چه میکردیم یا باید چه میشد، چه اتفاقی میافتاد که وجه دیگری ظهور کنه. برای من حداقل الان این پاسخ رو نمیتونیم بر اساس، یا من نتونستم بر اساس متن بشیریه، اما یه پاسخی وجود داره که بذارید من انتهاش بگم. یه جایی شروع کردم، گفتم بشیریه میگه که کیس هایی در تاریخ وجود دارن، مواردی در تاریخ که بدون توسعه اقتصادی و اجتماعی توسعه سیاسی داشتن، و بنابراین بشیریه به این معنا درست مترجم کتاب مور هست، اما مثل مور فکر نمی کنه که همه چیز باید اول تحولی اقتصادی اجتماعی رخ بده تا توسعه سیاسی پدید بیاد. خب به این معنا به استقلال عرصه سیاست معتقده بشیریه. اما بذارید تو آخر پاسخ سوال شما رو بدم، ببینم چه اتفاقی میفته، شاید جواب قانع کننده ای باشه. وجه دوم مانع توسعه سیاسی در ایران چند پارگی است، و یکی از بینش های عمیق بشیریه رو تو اینجا میشه دید. خب ایران چند پارگی های خیلی زیادی داره، چند پارگی مذهبی داره، شیعه، سنی، قومی داره، کرد، لور، بروچ. این چند پارگی ها که میگم شاید به زبان روایت خود کتاب جامعه شناسی سیاسی حسین بشیری اسمشو بذاریم شکاف های اجتماعی، اونجا با عنوان شکاف ها صورت بندی میکنه. این چند پارگی ها که واژه‌ای است که در کتاب موانع توسعه سیاسی به کار رفته، مهمترینش در نگاه بشیری چند پارگی سنت و مدرنه، یعنی این تعارض بین نیروی سنت و مدرن، و یه ایده ای از توش در میاد، ایده بسیار مهمی. بزنید این متنش رو بخونم. قبل از اینکه وارد این بشم یه ویژگی رو درباره دولت در ایران میگه. میگه در دولت رضا شاه و دولت محمد رضا شاه پهلوی یک دولتی در ایران پدید شد، اسمش شد میشه رو میذاره دولت نیرومند. این دولت نیرومند یه دولتیه که ارتش داره، بوروکراسی داره، همه اینا رو داره، اما مساوی اون دولت با ظرفیتی که مثلا تیلی میگه یا روسستاین میگه یا مثلا لیندا وایس میگه اینا نیست. یه دولتیه که نیرومند به این معنا که خوب میتونه جامعه رو سرکوب کنه، یعنی قادره که جامعه رو کنترل کنه، ولی معنیش این نیست که الزام جامعه رو اهداف توسعه ای بسیج کنه یا حتی در درون این چند لحوش پایگی فکر که میکنم 30 ثانیه صدا و تصویرتون رو ما نداشتیم، اگه امکان داره اون 30 ثانیه آخر رو یک بار دیگه تکرار کنیم. باش، اون رو هم میگه. ببینید اون چیزی که گفتم، دولت نیرومند رو گفتم و بعد گفتم که این دولت نیرومند الزاماً اون دولت باظرفیتی که امثال تیلی یا عجم اوغلو و بقیه میگن نیست. خب آیتم بعدی که از نظر بشیری تعیین کننده است اینه که این دولت در این حکومت در ایران یه حکومت دارای چند پارگی اجتماعیه، و بزرگترین چند پارگی اجتماعیش هم چند پارگی سنت و مدرنیته است. بذارید این عبارتشو بخونم.
گرایش‌های معطوف به تمدن غربی و تمدن اسلامی از مهمترین موانع تکوین هویت یگانه ملی، صف‌بندی فکری و فرهنگی و در جامعه و طی قرن بیستم و عدم تساهل و همپذیری بوده. یعنی دو تا نیرو، یه نیروی غرب، یه هویت غربی، یه نیروی هویت اسلامی، اینا رو در روی هم قرار گرفتن و مانع از این شدن که یک همپذیری پدید بیاد و مانع از این شدن که یک هویت ملی یگانه‌ای پدید بیاد که بهشون تعبیر میشه تحت عنوان دو نیروی سنت و نیروی تجدد. این نیروی سنت و تجدد بعد از اسلام پدید اومده، تشدید شده و چند قرن منازعه هویتی پدید آورده. یک عبارتی رو از یک متخصص سیاسی، محقق سیاسی، لئونارد بایندر، بایندر درباره ایران کار زیاد کرده، در مورد دوره قاجار از همرده های عصری بود که کسایی مثل مایکل فیشر در ایران کار میکردن. بایندر یه جمله داره، میگه که این گوسه است در ایران، وضعیتش اینجوریه، حکومت در ایران چاره ای ندارد جز اینکه میان نمادهای مشروعیت گوناگون سازش و وحدتی ایجاد کند یا آنها را در سطح زندگی سیاسی بازتاب بخشد. چرا؟ چون جامعه دو پاره است، یه پاره غربی داره یه پاره اسلامی، این دوتا هم هر دوتاشون به اندازه نیرومندن که نمیشه یکیشون رو نادیده گرفت. البته باید در نظر داشت که این گونه جذب و حل نمادها را نمیتوان جانشین ائتلاف واقعی نیروها و گروه‌های سیاسی به شمار آورد. خب عبارتی که بایندر در مورد حکومت پهلوی میگه خیلی عبارت، بسیار عبارت معناداریه. میگه حکومت پهلوی را فسیل زنده، دقت کنید، فسیل زنده یا مجموعه ای از افسانه‌های مشروعیت بخش، ببینید به حکومت پهلوی میگه فسیل زنده یا مجموعه ای از افسانه‌های مشروعیت بخش که سمبل‌های مشروعیت مختلف را به بازی میگیرد یا بازیچه خود میسازد. این تعبیر بشیری است از اون حرف بایندر. شما میبینید که در حکومت پهلوی هم غرب هست، هم اسلام هست، هم کوروش هست، هم کوروش تو آسوده بخواب ما بیداریم، همه اینا با هم هست. این ناشی از دوپارگی های جامعه است که هر دو داشته داره. حالا این بایندر یه تشریح اینجوری میکنه، میگه که این وضعیت جامعه و حکومت در ایران رو به جایی میرسونه که وضعش اینجوری میشه، سمبول های مذهبی، ملی، قانونی و انقلابی و اصلاحی همگی برای تشریع نظام سیاسی به کار برفته میشوند. یعنی حکومت برای اینکه خودش رو مشروع کنه از نمادهای مذهبی، ملی، قانونی، از قانون استفاده میکنه که غربیه، از انقلاب استفاده میکنه، از ملی استفاده میکنه، از اسلام هم استفاده میکنه. نتیجه چی میشه؟ در همین زمینه در واقع احزاب سیاسی، مجلس و انتخابات در تحت یک حکومت پاتریمونیال یا پدرسالار به عنوان سمبول‌های مشروعیت بخش به کار گرفته میشن. یعنی حالا حکومت میاد مجلس و حزب و همه اینا رو هم داره، اما ذیل چی؟ ذیل یک تمرکز قدرت مطلقه. خب نتیجه این وضعیت اینه که ما از اون استبداد بی ثبات غیر متمرکز قاجاری منتقل میشیم به یک استبداد مطلقه‌ای که درگیر چند پارگی های اسلام و سنت و مدرنیسم و اینا هم هست و در نتیجه یک وضعیتی پیش میاد که شاید این جمله بشیری خیلی چیز، من نوشتم ایده بشیری آن است که وقتی در خصوص ماهیت پرسنل سیاسی، شیوه اعمال حکومت، اهداف قدرت سیاسی و سیاست ها اجماع و اتفاق نظر میان پاره فرهنگ ها وجود نداشته باشد، پاره فرهنگ سنتی، پاره فرهنگ مدرن، پاره فرهنگ ایرانگرا، پاره فرهنگ اسلامگرای تندرو، اینا همشون یه عقایدی دارن که اینا با هم به سازش نرسیدن. وقتی این وضعیت وجود داره وقت این میشه نظام سیاسی و نهادهای آن منزوی، غیر مشروع، بی ثبات و ناکارا خواهند ماند.
یعنی هر وزیری، رئیس جمهوری، نخست وزیری میخواد تو این کشور کار کنه، به چند جهت کشیده میشه. پرسنل سیاسی، کارمنداش، ایده‌هاش، همه اینا تقسیم شده است بین اسلام و مدرنیسم و ملیگرایی و باستانگرایی و کوروش و همه این چیز. نتیجه، در نتیجه ممکن است وقتی اجماع پدید نمیاد، اعمال زور و اجبار و متمرکز ساختن منابع قدرت سیاسی جانشین اجماع می شود. یعنی اگه بخوایم امروز پاسخ بدیم که بشیریه میگه ایران چیست، او به ایران محیط زیستی نمی پردازه، او به ایران فرهنگی نمی پردازه، او به ایران اجتماعی نمی پردازه، اما بشیریه به ایران سیاسی می پردازه و میگه حداقل در روایت دهه 80ش که به گمان من امروز تشدید شده تر هست و حتی بین خود نیروهای سنتی هم شدت پیدا کرده، یعنی بین اصولگرایی و نو اصولگرایی یک شکاف گاه پر نشدنی اتفاق افتاده، این شکاف اجماع رو که ناممکن میکنه، مثل پدری که تو خانواده بین سه تا بچه با هم دعواشون شده، سه تا بچه مثلا یکی 8 سالشه، 10 سالشه، 12 سالشه، هر چی سعی میکنه اینا رو کنار هم بنشونه اجماعی حاصل نمیشه، آخرش یه توپ و تشری میبنده گوشه یکیشون هم میگیره میگه شما هم شیطونی کنید پوست سر همتون رو میکنم. سعی میکنه با زور این رو چیز کن. در اصل دومین پایه توسعه نیافتگی سیاسی از نظر بشیریه این چند پارگی های درون جامعه ایرانی است. و جالب این که این عین عبارت خود بشیری است، نظام سیاسی مبتنی بر تمرکز منابع قدرت در شرایط چند پارگی اجتماعی و فرهنگی علارغم ظاهر نظام باثباتی نیست. این خیلی نکته مهمیه. یعنی شما وقتی نمیتونین اجماع ایجاد بکنین، از بالا با کمک زور سعی میکنین این رو باثبات نشون بدین، در حالی که اون زیر خلاصه آتش زیر خاکستری در این تعارض. نه، به این معنا ایرانی که بشیریه توصیف میکنه ایران چند پاره است که در یک فرایند تاریخی یک دولت استبداد مطلقه پدید اومده که با زور جانشین اجماع شده، اون اجماعه در سطح فرهنگی اجتماعی رخ نداده. نکته سوم در مورد ایران ایدئولوژی نخبگانش هست. از نگاه بشیری بر اساس ارجاعاتی که عمدتاً به کار ماروین زونیس درباره نخبگان در ایران میده، میگه این نخبگان در ایران در یک بستری بزرگ میشن و پدید میان که از درونش نیروی استبداد میجوشه و فرهنگ سیاسیشون فرهنگ سیاسی استبدادی است. نخبگانی هستند که احساس بی‌قدرتی دارن، احساس بیگانگی دارن و بدبینی سیاسی در درونشون گسترده است. خب نتیجه در سطح نظریه سیاسی بشیری معتقد سه مانع اساسی در جلوی توسعه سیاسی ایران هست: تمرکز قدرت و منابعش در دست حکومت، چند پارگی های اجتماعی که اجماع در درون جامعه سیاسی رو ناممکن میکنه یا دشوار میکنه، و نهایتاً فرهنگ سیاسی نخبگانش که این شکل از توسعه نیافتگی سیاسی خودش ضد مشارکت عمل میکنه، ضد سازماندهی عمل میکنه. اما اون پاسخ اون سوالی که خودت پرسیدی، خب حالا باید چه اتفاقی بیفته، این جمله شاید بتونه که اون پاسخ شما رو بده. بشیریه مینویسه که تحولات بیوقفه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در دراز مدت زمینه پیدایش اجتناب ناپذیر سازمانهای تخصصی، توزیع مراکز تصمیم گیری، پراکنده کردن منابع قدرت، استقلال نسبی حوزه‌های زندگی اجتماعی و کارویژه‌های آنها از یکدیگر و افزایش تقاضای مشارکت و رقابت و در سطوح مختلف را فراهم می‌آورد. خلاص، یعنی سادهش اینه، وقتی زنان تحصیل کردن رفتن سر کار، مردا به همین ترتیب، وقتی بخش خصوصی گسترش پیدا کرد، وقتی ایدئولوژی ها متکثر شد، وقتی اینترنت اومد و زمینه اجماع ایجاد کرد، وقتی در اثر این استکاک های جامعه با همدیگه آدم ها یاد گرفتن که مثلا اون تعارضات ایدئولوژیکشون رو کمتر بکنن، بتونن با هم گفتگو بکنن،
و در نتیجه پیوندهای جدیدی بین جامعه ایرانی ایجاد شد. من از این جهت مثلا نقش فناوری مثل اینترنت رو میشه خیلی موقع، اینترنت داره ایرانیان رو به هم پیوند میده تا بتونن اون چند پارگی هاشون رو کاهش بدن، بتونن اون تعارضات آشتی ناپذیرشون رو با هم کاهش بدن و کنار هم بتونن با هم زندگی کنن. میگه وقتی این اتفاقا میفته، باز تولید نظام سیاسی به شکل قبل و ایستایی این نظام سیاسی دشوار میشه. در نتیجه این نظام سیاسی باید تغییراتی در خودش ایجاد بکنه تا بتونه، حالا اون تغییرات میتونه اون چیزی گرایش به سمت توسعه سیاسی باشه. ممکنه امروز حسین بشیری همچین ایده‌ای نداشته باشه، ممکنه بر اساس تحولاتی که امروز جامعه ایران اتفاق افتاده اینگونه فکر نکنه. من امروز چیزی نمیدونم و تو کتاب احیای علوم سیاسی هم آخرین اثری که من از استاد بشیری خوندم چیزی در این باره نوشته نشده، اما به هر حال میشه گفت که بر اساس روایت این کتاب راه حل در نگاه بشیری مدرنیزاسیون و تفکیک ساختاری است. یعنی هر چقدر جامعه ایران مدرن تر می شود، زمینه های توسعه سیاسی و افزایش مشارکت و همزیستی سیاسی مسالمت آمیز در کنار هم دیگه تقویت میشه. تئوری بشیری رو میشه به طرق مختلف نشان داد که کماکان صادق است. یعنی هر سه عنصری که بشیری دربارش حرف میزنه، یعنی اون استبداد، یعنی تمرکز منابع در دست یک حکومت نیرومند، چند پارگی ها، و تنها عنصری که حتی تو این ساختار اون فرهنگ سیاسی در اصل بدبینی سیاسی یا تمرکز گرایی هم وجود داره و میشه نشون داد که هر سه عنصر در ساختار سیاسی امروز ایران هم کار میکنه. این خلاصه است. من اگه دوستان رو ارجاع میدم، خواستن، خیلی سعی کردم هم به خاطر ارادتی که به استادم داشتم، هم این که به خاطر اهمیتی که حسین بشیری در تاریخ علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی ایران داره، خیلی متن دقیقی فراهم کنم. نمیدونم شما برای خود آقای دکتر بشیری متن رو فرستادین، ایشون تایید کردن یا نکردن، که به هر حال این خلاصه دقیقی از این چند اثر ایشون که خلاصه کردم هست یا نیست، ولی من خیلی تلاش کردم که این قریب 22,000 کلمه ای که، چون مجموع آثار بشیری حتی تألیف هاش هم بالغ بر چند صد یا چند میلیون کلمه است، حالا اینکه من از تو مجموع اینها 22,000 کلمه رو استخراج کردم، خیلی یه مقدار شجاعت دانشجویی میخواد دیگه، ولی به هر حال سعی کردم دقیق باشم. از بینندگان این لایو هم میخوام که واقعا اگه میخوان دقیق تر با این آشنا بشن، حتی اگه فرصت یا حوصله خواندن همه آثار دکتر بشیری رو هم ندارن، این خلاصه 22,000 کلمه ای سعی کردم خیلی خلاصه دقیقی باشه از آنچه که حسین بشیری در این دو سه دهه، بیش از این چهار دهه است از انتشار رساله دکتری ایشون تا به امروز، چهار دهه بر علوم سیاسی ایران بشیری سیطره داشته یا به نوع جدی اثرگذار بوده، سعی کردم خلاصه. بله، خلاصه، البته خلاصه‌ای که الان منتشر شده و منتشر میشه در سایت ایران پایدار مربوط به اون بخش موانع توسعه سیاسی در ایران هست، اما کل همون متن 22,000 کلمه‌ای رو که همه آثار میشد ما برای دکتر بشیری خدمتشون فرستادم. نکته خاصی روی اون متن نداشتن، یعنی به نظر میرسید که خلاصه تهیه شده خلاصه ای بوده که مورد تایید آقای دکتر بود. البته اینو با قطعیت نمیتونم بگم چون دکتر نگفتن، فقط نظری در موردش نداشتن، تشکر کردن در مورد کاری که انجام شده و در مورد اون مسئله هم که شما گفتید نظر امروزشون میتونه تغییر کنه. ما از خدمتشون خواستیم که اگر امکان داشته باشه به اون چهار پرسش مجموعه ایران پایدار با توجه به شرایط امروز و با تغییر و تحولاتی که ممکنه در نظام اندیشهشون شده پاسخ بدن. فرمودند که با توجه به دوری بیش از یک دهه‌ای که از ایران داشتن، نمیتونن با دقت لازم به اون پرسش‌ها پاسخ بدن و شاید دور بودن از ایران خودش یه مانعی باشه که بشه به اون پرسش‌ها به صورت دقیق پاسخ داد.
این نکته رو فرمودند. اما حالا امیدواریم، در هر حال من خدمتشون عرض کردم که متاسفانه به نظر میرسه که جامعه ایران و اون ساختهایی که آقای دکتر بشیری در موردش صحبت کردن تغییر و تحول چندانی نسبت به آخرین باری که دکتر در مورد اونها صحبت کردن و اثرشون رو نوشتن متاسفانه نکرده و تغییر زیادی رخ نداده که بخوایم بگیم که ممکنه اون نظرات به طور کل عوض شده باشه. فقط ممکنه در نظام اندیشه های دکتر با توجه به تجربه های موجود تغییر ایجاد شده باشه که نکته خاصی رو نگفتن. حالا امیدوارم که ولی تغییر اجتماعی قابل توجهه، یعنی چون من یه جمله‌ای رو نوشتم بشیریه به این ترتیب بار دیگر بر اهمیت متغیرهای اقتصادی اجتماعی در زمینه توسعه سیاسی تاکید می‌کند. یعنی به هر حال امید می‌بنده به این که حتی یه جمله‌ای داره، جمله من میگه با این همه نباید دست کم در کوتاه مدت خصلت مقاومت در حوزه زندگی سیاسی را که ناشی از مهمترین ویژگی این حوزه یعنی قدرت سیاسی است نادیده گرفت. یعنی مقاومتی که جامعه داره در مقابل اون ساختارها، باستولید اون ساختارهای تمرکز سیاسی به خرج میده. بنابراین اگه بخوام به اون سوال شما جواب بدم که حالا باید چه اتفاقی بیفته، به گمان من میتونه مدرنیزاسیون اجتماعی از مدرنیزاسیون سیاسی، تحولاتی که داره در برداشت‌های جامعه از حقوق زنان، از حقوق مخالفان، از حقوق بشر، از تحولاتی که داره تو فناوری، تو اینترنت، تو اینها صورت میگیره، یا حتی تحولاتی که داره در جدا شدن معاش مردم از مثلا کار دولتی یا توسعه بخش خصوصی ممکنه صورت بگیره، همه اینها به یه نوعی میتونن ساختار توسعه سیاسی در ایران رو تحت تاثیر قرار بدن. متن بشیریه به گمان من متن گشوده ایست، یعنی هم از توش میشه امید به آینده رو بازخوانی کرد و هم میشه به خاطر تکرار شدن یک قرنه ساختارهای تمرکز سیاسی ناامید شد. حالا چون به قول هاول امید چیزی است که از درون میجوشد نه از بیرون میاد، من با اون سویه امیدوارانش بازخوانی کنم، چون برای کنشگری ظرفیتی قائل میشه مقاومت در حوزه زندگی سیاسی رو به رسم. حالا اون سوالی که من اون اول داشتم به یه نوع دیگه ای بود، یعنی میخواستم ببینم که آیا شاید میگم سوالش از نظر علمی پرسش دقیقی نباشه، اما میخوام ببینم که آیا اگر تغییر و تحولات خاصی در اون بازه به قدرت رسیدن رضاخان و تشکیل دولت مطلقه در ایران داشت اتفاق میافتاد، آیا اگر تصمیمات دیگه ای گرفته میشد، اگر تغییرات دیگه ای رخ میداد و اگر کارهای دیگه ای انجام میشد، آیا میشد هم دولت نیرومند تا از بین نره؟ اون پرسشی که پرسیدم معطوف به این بود که یا حتی بعدش مثلا خب شهریور 1120 رضاخان میره و دوباره محمد رضا به قدرت میرسه، ولی بعد از کودتای 28 مرداد دوباره او هم به سمت قدرت مطلقه حرکت میکنه، به نوعی شاید بعد از انقلاب 1357 هم تا یه حدودی همین داستان اتفاق میفته. میخوام ببینم چه چیزی رو کم داریم در تاریخمون که دولت‌های مطلقه شکل می‌گیرن، دچار فروپاشی میشن و به یه شرایطی میرسیم که دوباره در مرحله بنیانگذاری قرار میگیریم اما باز به سمت دولت مطلقه حرکت میکنیم. چه چیزی کمه در تاریخ ایران از جنس تصمیماتی که شاید در اون شرایط گرفت و نذاشت دولت به سمت یه دولت مطلقه حرکت بکنه؟ این البته از کتاب احتمالاً بر نمیاد، بیشتر سوالیه که دارم از خودتون میپرسم. ممکنم هست البته از ایده های دکتر بشیری هم چیزی بشه استخراج کرد و امیدوارم این برنامه هم یه شاید سبب خیری بشه که آقای دکتر بشیری موافقت کنن و با توجه به شرایط امروز ایران به اون پرسش ها پاسخ بدن. خب
ببینید، قطعا مستقیما که کتاب به این سوال نمی پردازه، اما معنیش نیست که بینش هایی توش نیست. خب ببینید، ما مثلا شاهدی داریم که خب رضاخان و آتاتورک، ترکیه بنیانگذاری شده در 1923 است و کودتای رضاخان 1921 انجام شده، ولی خب حداقل مثلا آتاتورک به لحاظ مسیر سیاسی در کنشگری سیاسی لباس نظامی رو در آورد و یک حزب تأسیس کرد و حزب جمهوری خواه خلق تا به امروز هم در ترکیه دوام آورده و اساس نظام حزبی رو آتاتورک در ترکیه بر نچید. این در سطح کنشگری. بنیانهای ساختاری هم داشت، بورژوازی ترک یا زمینداری ترکیه، اینها یک تفاوت‌هایی داشت با آنچه که در ایران وجود داشت، اما به هر حال ناممکن نبود. یا خود گاه اوقات شخصیت یا آدمی مثل رضاخان یا ساختارهای مثلا جامعه ایرانی به این سمت حرکت کرد. بالاخره رضاخان میتونست در یک مقاطعی تصمیمات نوع متفاوتی هم بگیره. اثرات خارجی هم بوده. بالاخره ما در ایران تحت سیطره، همونجور که احمد اشرف و دیگران روایت کردن، تحت سیطره قدرت سیاسی روسیه و انگلستان و اینها هم بودیم. به گمان من کنشگری های متفاوت امکان پذیر بوده، یا حتی کنشگری متفاوت در جریان، فرض بکنید که آنچه که منجر به کودتای 28 مرداد شد. می‌بینید، من حداقل امروز تصورم اینه که دولت محمد مصدق میتونست به رابطه یک راه حل بینابینی، مثلا یه چیزی شبیه پیشنهاد بانک جهانی، تن بده و مسئله ملی کردن صنعت نفت رو در اون سطح هویتی نکنه و به حیثیت، یعنی به یک امر حیثیتی، از یک مسئله منافع ملی به یک حیثیت، امر حیثیتی سیاسی تقلیل ندهد. زمینه کنشگری وجود داشته، در انقلاب 57 هم زمینه این کنشگری ها وجود داشته. این کنشگری همیشه جاش بازه، ولی محدودیت های ساختاری هم زیاد داشته. بالاخره ببینید، وقتی بشیری از چند پارگی های اجتماعی حرف میزنه، این تعارض سنت و مدرن در انقلاب 57 به اوج میرسه. این تعارض سنت و مدرن در مناقشه کاشانی و مصدق هم به اوج میرسه. یعنی درست بحثای شخصی هست، جناحی هست، همه اینها هست. در مناقشه مصدق با مثلا هیئت‌های مؤتلفه اسلامی هم مشاهده میشه. بالاخره این چند پارگی ها در نظام سیاسی در اجتماعی ایران وجود داشته. یا اتفاقاتی، بالاخره حکومت رضاخان میخوره به کودتای، به بحران 1929 در اقتصاد جهانی و مداخله در اقتصاد، و اون مداخله در اقتصاد خودش نتایجی به بار میاره. یا شکست های مشروطه که نهایتا سبب شد که نخبگان سیاسی و روشنفکری ایران تحت عنوان استبداد منور از رضاخان حمایت بکنه. یعنی یه ترکیبی از بستر تاریخی وجود داشته به علاوه کنشگری ها. کنشگری های متفاوت امکان پذیر بوده، چه در جریان مشروطه، چه در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، چه در جریان انقلاب 57 و پس از آن. خیلی میگم کتاب وارد بحثش نمیشه، اما میشه دربارش تحلیل کرد که شاید با کنشگری های متفاوتی شما تو این 40 سال اخیر هم دیدین، شما مثلا 4 تا دولت دیدین، دولت هاشمی رو دیدین، دولت های خاتمی رو دیدین، دولت های احمدی نژاد دیدین، دولت های حسن روحانی رو دیدین. اینا درسته همشون در بستر جمهوری اسلامی کار کردن، ولی این دولت ها عملکرد های اقتصادی اجتماعی بسیار متفاوتی داشتن، بسیار بسیار متفاوت. نتیجه این میگیریم که درست ساختار همون ساختاره و حداقل دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد، حسن روحانی و تا به امروز در بستر یک آنچه که نظام خوانده میشه و یک رهبر داره، آیت الله خامنه ای، در یک بستر واحد
عملکردهای متفاوتی داشتن بین عملکرد اقتصادی دولت هاشمی خاتمی و عملکرد اجتماعیشون سیاسیشون همچون متفاوته. نشون میده که حتی در یک بستر ساختاری ثابت هم امکان کنشگری متفاوت وجود داره و با کنشگری های متفاوت نیروهای اجتماعی متفاوتی هم پدید میان. اثر ایدئولوژی مهمه، اثر چند پارگی ها. با یه وقتی هم از شما میرین چند پارگی ها رو درمان کنین به سمت اجماع، یه وقتی میرین چند پارگی ها رو بدمین درونش، اینا خب نتایج متفاوتی به بار میاره. امیدوارم یه روزی خود آقای دکتر بشیری با اون بصیرتشون، با اون غنای تئوریکشون، این فرصت رو پیدا کنن که کار تجربی هم تو این حوزه انجام بدن و ما بتونیم بهرمند از این بشیم که امروز بشیریه درباره تحولات 1.5 دهه اخیر بعد از کتاب هایی که در میانه دهه 80 از ایشون منتشر شد درباره ایران امروز و آینده چه خواهند گفت. بدبختانه کنار گذاشتن ایشون از دانشگاه تهران این فرصت رو از جامعه ایران گرفته که بتونیم نظر ایشون رو داشته باشیم. نهاد دارن توانه در شناسایی اساتید خوب و محروم کردن دانشگاه از اونها، کردن خودشون البته تو فکر میکنم متنی که منتشر میشه، ولی خب تمایل داشتید خیلی کوچیک. اولین مانع توصیه متوجه نشدن، توضیح مختصر خلاصش اینه: در گذار از حکومت استبداد غیر متمرکز بی ثبات قاجارها به دولت پهلوی در دولت رضاخان، منابع در دست حکومت متمرکز میشه و نیروهای متوازن کننده حکومت یعنی روحانیت، زمینداران و بورژوازی تجاری یا تجار ایرانی، هر سه به عنوان سه تا نیرویی که اینقدر نیرو داشتن که انقلاب مشروطیت رو بر شاهان قاجار تحمیل بکنن. یعنی شما در انقلاب مشروطیت هم رد پای تجار بازار رو میبینید و تأمین مالیشون، هم رد پای روحانیت رو میبینید و هم رد پای زمینداران رو. یعنی مثلا وقتی صدر اسعد بختیاری یا سپهدار اعظم میان و تهران رو فتح میکنن، هر دوتاشون زمیندارای بزرگی بودن. تجار مشروطیت هم نقش داشتن، روحانیت هم که نقش داشت. در اصل در جریان انتقال از قاجارها به حکومت پهلوی، آنچه که اتفاق میفته اینه که حکومت متمرکز میشه و استبداد مطلقه شکل میگیره. یعنی ما در گذار از پهلوی به قاجار، گذار میکنیم از استبداد غیر متمرکز بی ثبات به استبداد مطلقه در مقاطعی بی ثبات. استبدادهای مطلقه خب ذاتاً بی ثباتی دارن دیگه، چون اجماع که نمیتونن خلق کنن، کارآمدی هم از توشون بر نمیاد، در نتیجه ذاتاً یک نوع بی ثباتی دارن. یعنی در بلوغ ما سطح بسیار انفعال رو در برای امور خودمون میبینیم، این شرایط چشمنداز سالی میبینیم بیشتر از شماست بکنم، ولی خب اگر داشتید میتونید جواب بدید، اگر بعدی رو بخونید. ببینید، فقدان توسعه سیاسی لاجرم انفعال رو به همراه میاره، چون در فقدان توسعه سیاسی هزینه مشارکت به شدت بالا میره و سرنوشت خود بشیری و دیگران همین رو نشون میده دیگه. و بنابراین چون هزینه بالا میره، میشه نوعی تحلیل اقتصادی هم داشت. انشالله یک زمانی رسیدیم به کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی عجم‌اغلو و رابینسون، اونجا میشه این نگاه اقتصادی داشت. هر کجا هزینه کنش سیاسی بالا بره، انفعال افزایش پیدا میکنه. بنابراین اون مسئله بلوغ
فکری یا بلوغ فرهنگی و اینها نیست، مسئله هزینه کنش هست. وقتی هزینه کنش بالاست، طبیعتا انفعال زیاد میشه. خیلی ساده است، مثلا شما میخواین برین کوهنوردی، تو تهران کسی بخواد بره کوهنوردی، فاصله دورترین نقطه تهران تا کوه بخواین برین 1 ساعت رانندگیه، میرین پای درکه دربند یه جایی میرین کوه. اما شما اگه مثلا بخواین در فرض کنید که در یزد بخواین برین کوه، در کویر یزد، این فاصله خیلی دورتره. ولی خب حالا در عربستان سعودی اگه کسی بخواد کوه بره، باید ویزا بگیره بره یه کشور دیگه، احتمالا خیلی کوهی وجود نداره برن. خب هر چقدر که هزینه کنش سیاسی افزایش پیدا، هزینه بالاتر میره، خب کوهنورد هم کمتر میشه. خب طبیعی است، این در اثر سیاسی هم، عرصه سیاسی هم عمل میکنه دیگه. هزینه که بالا میره، خب کنش هم کمتر میشه. در نتیجه شما تعبیر میکنید به بلوغ، فقدان بلوغ. یه نقطه در حقیقت ریشه های دیکتاتوری دموکراسی که دکتر فرد بعدی، یعنی اپیزود هشتم در اون هست و تصور میکنم پیش از پایان سال احتمال آینده اون اپیزود هم منتشر میشه. یک دیگه از دوستان پرسیدن که آیا تکثر گروهی مانع دموکراسی در هست یا نه، طبقات کاستی مانع ائتلاف هستن؟ ببینید، در هند آن چیزی که باعث ضعف دموکراسی میشه تکثر نیست، اتفاقا صلب بودن تقسیم بندی هاست. یعنی اون چیزی که به قول عجم اغلو رابینسون بهش میگن قفس هنجارها، یعنی شما اومدین کاست ها رو ایجاد کردین و کاست ها به یه فرد میگه که شما حق نداری از این عرصه خارج بشی. این که متکثر هستی مشکل نداره، این که نمیتونی از جات تکون بخوری، شما اگه جز کاست شودراها هستی تا آخر عمرت شودرا باقی میمونی، و اگه برهمن هستی تا آخر عمرت برهمن باقی میمونی. و نه تنها باقی میمونی، برهمن بودن و شودرا بودن قواعدی داره. یه شودرا هیچ وقت نمیتونه یه کارایی رو انجام بده، حتی اگه مثلا استعداد وحشتناکی در ریاضیات هم داشته باشه، این 3-4 تا شغل براش تعیین کردن، همینا رو میتونه انجام بده. آن چیزی که جوامع رو سرکوب میکنه و انرژیشون رو میگیره تکثر نیست، آن چیزی که جوامع رو نابود میکنه و تضعیف میکنه تسلبه، نه تکثر. و الا ذات جامعه مدرن تکثره. جامعه مدرن با آدمها، تعداد مشاغلی که 300 سال پیش وجود داشته میشمردیم شاید میشده 500 تا شغل. امروز وقتی درباره مشاغل حرف میزنیم 50,000 تا شغله، 500,000 تا شغله، هر چیزی. پس تکثر بیشتر شده. اگر جامعه قدیم مثلا همه آدما یه جور زندگی میکردن، امروز هزاران سبک زندگی وجود داره. آن چیزی که مانع پیشرفت اجتماعی، گرایش به سمت دموکراسی، تکثر نیست. با تکثر نباید مقابله کرد. دو تا چیزه. یک، امکان سازش، همون چیزی که بشری هم جزء نظام توسعه سیاسیش میاره، سازش. جامعه باید بتونه سازش بکنه. دو، باید بتونه مکانیسم حل اختلاف داشته باشه، مناقشه سیاسی رو بتونه حل کنه. بنابراین مسئله تکثر جامعه ایرانی است. اتفاقا تکثر یکی از بنیانهای استواری و ثروت و سرمایه های بزرگ جامعه ایرانه. اینکه ما در جامعه ایران لور داریم، ترک داریم، عرب داریم، فارس داریم، این اگه زبانهای مختلف داریم، اگه ادیان مختلف داریم، اگه مذاهب مختلف داریم، اگه سنت‌های فقهی، اینا همشون سرمایه است، دوست داشتنیه، عزیز، همه اینا وجود داره. اون چیزی که مشکل ایجاد میکنه تسلبه، یعنی بستن ظرفیت‌های این تکثرها. ولی جامعه مدرن، شما به جامعه مثل جامعه کانادا یا امریکا نگاه کنید، اینا مهاجر پذیرن، جامعه 72 ملتن، توشون ادیان مختلف از نژادهای مختلف، جامعه سیاه زرد، همه در کنار هم دارن زندگی میکنن. تکثر منشأ خلاقیته. خاویر پرز دکویار
در اصل دبیر کل سازمان ملل تو دهه 80 اونورا اواخر دوره کاریش یک متنی رو منتشر کرد، کتابی رو تحت عنوان تنوع خلاق ما، Our Creative Diversity، تنوع خلاق ما. خیلی معنا داشت این عبارت. تنوع ذاتاً چیز محسوب میشه، یک سرمایه محسوب میشه، مشروط به اینکه سازوکاری برای اجماع وجود داشته باشه، سازوکاری برای حل اختلاف وجود داشته باشه و سازوکاری برای همافزایی و سینرژیک شدن وجود داشته باشه. رسیدن که نقش دولت‌های خارجی رو در شرایط تاریخی کنونی ایران تا چه حد می‌دونید و اگر این نقش موثری بوده کاری رو برای کنترل خبر هست؟ اثر که مهم بوده، من هیچ مورخی رو در حداقل بر اساس سواد من، خوانده های من، نمیشناسم که، یا هیچ تحلیلگری رو که وقتی تاریخ ایران رو تحلیل کرده حداقل بعد از صفوی ها و از صفوی ها به بعد رو، یا حتی بعد از شاه عباس اول به بعد رو، نقش روسیه و انگلستان و رقابت های سیاسی روسیه و انگلستان رو در ایران نادیده گرفته باشه و دربارش سخنی نگفته باشه. به شرایط امروز جامعه ایران 40 سال گذشته هم که نگاه میکنیم میبینیم که حالا یه زمانی روسیه و انگلستان بودن، الان عنصر روسیهش که هنوز از انگلستانش کم رنگ شده جایگزین شده با امریکا، و بالاخره شما با یک جامعه مواجهین که 40 سال تحریم توی یک دهه گذشته شدیدترین تحریم ها رو تحمل کرده. به قول محی الدین مصباحی یه تئوری داره درباره تنها افتادگی ژئوپلیتیکی ایران. خب یه کشوری هم هست با این ویژگی ها به هیچ قدرتی هم به یک معنا، به روایت اون، به روایت آرش رئیسی نژاد، به روایت خیلی های دیگه، نمیتونه به هیچ قدرت دیگه هم به عنوان یک متحد استراتژیک تکیه بکنه. حتی آرش رئیسی نژاد یه جایی مقاله یا کتابی داره درباره اینکه شاه هم اینو فهمیده بود که ایران به عنوان به واسطه ماهیت ژئوپلیتیکیش نمیتونه به هیچ قدرتی وابستگی تام داشته باشه یا اتکا بکنه. خب همه این شواهد نشون میدن که ایران چهار راه اثرگذاری قدرت ها بوده، روسیه، انگلستان، آمریکا در چهار دهه، در حداقل از بعد از جنگ جهانی دوم، تو چهار دهه گذشته اثر مخرب آمریکا بر شرایط ایران خیلی تعیین کننده بوده و کماکان هم هست. فکر میکنم در آیندهی هم و امروزی هم که چین به عنوان یک قدرت نوظهور ظهور میکنه هست. این یک بستره، یعنی شما اینو باید خلاصه گیون فرض کنید دیگه، اینا هستن. حالا اینکه ما چگونه کنشگری میکنیم، مسئله بودن قدرت ها نیست، قدرت ها برای همه هستن. یعنی همونقدری که قدرت ها برای ما هستن، برای پاکستان و برای کره جنوبی و برای اوکراین و برای بقیه ترکیه هم هستن. ما چه میکنیم؟ این از درس من میخواستم زاویه سیاستیش بپرسم و سوال اینه که ما چه میکنیم؟ ولی اونا که من مفروضم این همه کشورها دنبال منافع خودشونن، قدرت های بزرگ بیشتر چون زورش هم دارن و به مختش هم خشن میشن، هم غیر انسانی میشن، هم ضد حقوق بشر میشن، هم همه اینا هست. کما اینکه یک زمانی هم در عرصه تاریخ ما اینجوری بودیم، بالاخره مثلا هخامنشیان وقتی میرفتن هند رو فتح کنن یا میرفتن مثلا مصر رو فتح کنن که مصری ها رو باد نمیزدن که، شمشیر بوده و خلاصه خیلی مناقشه بوده. شما زمینه سازگاری بر حل مناقشه شاد در این گروه های وجود آره، تجربه تاریخی رو نگاه کنیم هست. آره منتها ببینید یه جورایی همیشه تو تاریخ دوراهی های وجود داره، تو کیاس تئوری و توی تئوری پیچیدگی بهش میگن بایفرکیشن، یعنی توی مسیرهای تاریخ دوگانه میشه، یعنی دو تا راه وجود داره و
تو هر کدوم از اون راه‌ها که پا بذارید بازگشتن سخت‌تر میشه. بستگی داره تو اون دو راهی‌ها شما چه راهی رو انتخاب می‌کنید، تحت چه شرایطی، که یه وقتایش کنشگریه، یعنی کنشگر ممکنه راه بهینه رو انتخاب کنه و یه موقع‌هایی هم نه. ولی خب کماکان مسیر تاریخ نامقدره، یعنی هم پیشرفت توش هست، یکیش میشه امپراتوری انگلستان، هم یک امپراتوری عظیمی هست مثل امپراتوری اسپانیا در قرن 16 هم بین سالهای 1492 تا 1580 میلادی، وقتی که فیلیپ دوم در اوج قدرت بود در جهان. اما همین امپراتوری اسپانیا به واسطه انتخاب ها و به واسطه شرایط ساختاری، شما باید سرنوشتش رو در قرن 17 هم ببینید و اسپانیای افول کرده بعد از 1580 قریب 300-400 سال طول کشید تا دوباره مثلا به یه سطح اسپانیای امروز که کماکان حتی در اروپا هم یک کشور درجه دوم، یعنی نسبت به آلمان، فرانسه، انگلستان، اسپانیا یک کشور درجه دوم محسوب میشه. تا 1970-73 زیر سیطره چکمه پوشهای فرانکو بود. بنابراین همیشه بستری برای تغییر وجود داره، تو ایران امروز هم وجود داره. خب ولی به کنش نخبگان، به مسیر نامقدر تاریخ، به شرایط بین المللی، حتی امروز به شرایط محیط زیستی هم بستگی داره. حالا موضوع بحث اینجا ما نیست، ولی زمینه اجماع، زمینه تغییر، زمینه تحولات اجتماعی، همه اینها هست. نمیشه نادیده گرفت که ایران دو دهه گذشته به شدت تغییر کرد. به شدت. وقت برنامه من رو به اتمام، من برام به دوستان یه پرسش کنم، خودتون اگر جواب بدید، اگر نه نه. توجه به تصمیم اساسی ها گفته بود راجع به توسعه سیاسی رویا پردازی نیست؟ من معتقد نیستم که اسلام تندروی شیعه سیاسی بر قانون اساسی حاکمه. دوستان اگر روایت هاشون رو از اسلام تندروی شیعه یا شیعه قالی یا تندروهایی که امروز در جامعه سیاسی ایران وجود دارند شما قرائت کنید، این روایت غالب قانون اساسی نیست. یعنی قانون اساسی ایران روایت تندروهای شیعه نیست. یعنی همون جوری که اونور شما یه اسلام سنی تند رو دارید که هنوز تند رو شو ندیدن طالبان بیرون میاد، آره شما تند رو شده که من قائل به این قانون اساسی، چون اساساً من ساختاری نگاه میکنم به داستانها، آنچه که نوشته میشود خیلی مهم نیست. اگر نیروی اجتماعی محقق کننده آنچه نوشته می شود وجود نداشته باشه اتفاق نمی افته. یعنی ببینید قانون اساسی یه وجه نوشتاری حاصل از تلفیق و مقابله و اجماع و یک توازن نیروهای سیاسی است. خب شما در ایران مثلا امروز اگر قانون اساسی هم مثلا تغییر بکنه به یه چیز دیگری، تا اون توازن سیاسی وجود نداشته باشه، تا اون توازن اجتماعی وجود نداشته باشه، یا من یه تعبیری دارم حالا انشالله می نویسمش منتشر میکنم، یه چیزی دارم به اسم وضعیت عقل، یا در اصل عقل به مثابه وضعیت، فکر میکنم تو نوروز منتشر بشه، تا اون عقل به مثابه وضعیت بروز نکنه، اینکه شما چی می نویسین خیلی مهم نیست. یعنی مسئله متن نیست. بذاریم برای این یه مثال تاریخی بیارم. در انگلستان قرن 13 هم یک منشور مگنا کارتا، در اصل یه توافقی بود بین پادشاه انگلستان و اشراف انگلیسی در باب اینکه پادشاه وقتی میخواد مثلا بجنگه باید حتما از اشراف رضایتشون رو کسب کنه، باید مجلس تشکیل بده، میخواد مالیات وضع کنه باید رضایت اشراف رو به دست بیاره. خب این اگه تاریخ دقیق یادم باشه 1250 است، این داستان ببخشید 1215 است،
1215 منشور ماگناکارتا امضا شده. از اون محوطه که رفتن بیرون، یعنی اشراف برگشتن سر املاکشون، پادشاه زد به هم. ماگناکارتا کی به چیز رسید؟ عملی شد. انقلاب شکوهمند، گلوریوس ریولوشن، که در انگلستان به وقوع پیوست، 1680. 1680 تا 1215 میشه چند سال؟ میشه 465 سال. یعنی بین آن چیزی که جوهره ماگناکارتا بود و آن چیزی که به واقع اتفاق افتاد بعد از انقلاب شکوهمند، 465 سال فاصله است. بنابراین اینکه شما چه چیزی مکتوب میکنید خیلی مهم نیست. توازن نیروهای اجتماعی چه چیزی رو ایجاد میکنه و توازن در عرصه سیاست. بنابراین من خیلی نه اولا معتقدم که قانون اساسی ایران روایت شیعه های تندروست، و نه معتقدم که الزاماً متن خودش حاوی نیروست. اگرچه متن میتواند به نیروهای تاریخی با یه مسیری که حالا بهش میگیم، در اصل یه کتابه که ترجمه کردم از پول پیرسون، سیاست در بستر زمان، شیوه اثر متنها بر تاریخ رو میشه اونجا دید. از مسیر وابستگی به مسیر یا از مسیر حرکت‌های تدریجی در طول تاریخ میشه اون رو دید. اما در نقطه، در بدون، در اصل فرایند تاریخی، باور به این ندارم که متن‌ها میتونن الزاماً تاریخ رو به اون شکلی که فکر می‌کنم. ممنون محمد جان از دوستانی که پرسش‌هایی رو پرسیدن و متأسفانه وقت نشد طرح کنیم اونها رو، عذرخواهی می‌کنم. پایان برنامه است، اگر به نظرتون نکته‌ای مونده بفرمایید، اگر نه که یواش یواش با همدیگه خدافظی کنیم. خیلی سپاسگزارم از مجموعه ایران پایدار، از سجاد عزیز که این زحمت رو میکشه که این مجموعه رو سبب بازخوانی بشه. نوعی تقدیر از اندیشمندای ایرانی هم هست. من از این جهت به این کاری که انجام میدیم خیلی خیلی دوستش دارم. خیلی دوست دارم که حسین بشیری، حسین عظیمی، دیگرانی عمرشون دراز باد امثال بشیریه، در زمان حیاتشون کسانی آثارشون رو بخوانند، نقد کنند یا خلاصه بکنند. و سنتی که خارجی ها خیلی زیاد دارن، درباره آثار همدیگه می نویسن، کتاب می نویسن، بزرگداشت می گیرن، و این بزرگداشت ها هم صرفا بزرگداشت های مثلا بهش سکه بدن و اینا نیست. برای یه نویسنده بزرگترین بزرگداشت اینه که آثارش خوانده بشه، نوشته بشه، توسط اجتماع علمی به رسمیت شناخته بشه، نقد بشه، گفته بشه. و من از همه دوستان علاقه من دعوت میکنم که آثار بشیریه رو بخوانند، بلخص چند اثری که درباره ایران نوشته حاوی بینش های بسیار عمیقی است درباره جامعه ایران که میتونه به آینده ما کمک بکنه. عمرش طولانی و سلامت انشالله که هر کجای عالم که هست موفق و پیروز باشه، زمینه ای هم فراهم بشه در ایران. از همه که همراهی کردن سپاسگزارم. دوستانی که نقدها و نظرشون رو میفرستن خیلی به ما کمک میکنه، هم دلگرمی میده، هم ایرادهای کار رو میشناسیم و سعی میکنیم در آینده اونها رو برطرف بکنیم. همونطور که محمد فاضلی عزیز گفت، امیدوارم و این برنامه یک شاید تقدیر خیلی کوچکی بود از زحماتی که این استاد بزرگ علوم سیاسی ایران کشیدن. و ایام خیلی خوبی داشته باشن. خدا نگهدار.